الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. با نام یاد خالق متعال، پروردگار بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه عارفانه. امیدوار هستم که انشاءالله همه شما از لباس از نعمت عافیت برخوردار باشین و لباس تندرستی بر تن داشته باشین و آرزومند هستم که اوقات و لحظاتتان انشاءالله سرشار از یاد خداوند متعال و برکت باشه. با همین امید برنامه را آغاز میکنیم و شما بینندگان محترم صمیمانه دعوت میکنم که بیننده برنامه خودتان باشین. قرار است که امروز هم با توفیق پروردگار متعال نگاهی داشته باشیم به فرازهای دیگری از خطبه دلنشین و زیبای امیر المؤمنین علیه السلام در وصف متقین. در خدمت استاد گرانقدر و فاضل ارجمند جناب آقای سجادی هستیم و انشاءالله از محضرشان استفاده خواهیم برد. خدمت شما از آقای بزرگوار عرض سلام داریم. خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر باشه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با عرض سلام و ارادت محضر مبارک حضرت عالی، همکاران عزیزتان و یکا یک بینندگان خوب این برنامه، امیدوارم خدای عزوجل عنایت بفرماید که امروز هم فرازهایی از کلمات دراربار مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام را با هم مرور کنیم. اوصاف متقین را امیر مؤمنان علی علیه السلام در این خطبه شیوا و زیبا که بیان فرمودن، هر کدام از این اوصاف جا داره که خیلی روی اوسخن گفته شود، اما بعضی از اوصاف یک ویژگی خاصی داره. یعنی گاهی آدم میان خودش و این وصف یک سنخیتی میبینه یا جای خالی او رو در زندگی خودش یا در جامعه خودش احساس میکنه. لذا باید روی بعضی از این اوصاف بیشتر حرف بزنیم، بیشتر کار بشه. یکی از جملات که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اوصاف متقین، پرهیزگاران، بندگان وارسته خدای عزوجل داره این جمله است: لا یغره ما جهله. انسان متقی و انسان پرهیزگار، کسی که خدا رو در زندگی خودش در نظر داره، یکی از ویژگی هایش اینه که اون چی نمیداند باعث مغرور شدن و فریب خوردن او نمیشود. این جمله یک خیلی عمق داره و یک مقدار باید روی تأمل کنیم، روی بیشتر دقت کنیم. با این مقدمه میخواییم وارد بحث بشیم که در جای دیگر باز امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین نهج البلاغه در کلمات قصار میفرماید: الناس اعداء لما یجهلون. اساسا انسان ها یک خصوصیتی دارن، یا به تعبیری ساده تر عرض کنیم یک تعصبی داره، تعصب نسبت به چیزهایی که خودشان نمیدانن. یک خصوصیتی دارن انسان ها، دوست ندارن اون چیزهایی را که خودشان نمیدانن بپذیرن یا قبول کنن. لذا خیلی حقایق از حق درست خوب زیباست، ولی چون بعضی ها خودشان نمیدانن نسبت به اون جاهلن، دوست ندارن قبول کنن. این مطلبیه که امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلمات قصار خودش فرموده و آدم در عینیت جامعه هم میبینه اینا رو. بعضی و بعضی حرفا رو نمیخوان بپذیرن، نمیخوان قبول کنن. وقتی ریشه یابی میکنی این حرف هیچ مشکلی نداره، ولی چون این آقا خودش نمیدانسته، پذیرفتن و قبول کردنش برای سخته. اما امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اون انسانی که پرهیزگاره هرگز این گونه نیست.
جهل او نمیتواند برای او حجاب شود، نمیتواند سد در برابر او شود که او را از دیدن حقایق باز بدارد و دور نگه دارد، بلکه او پرده های جهل را میدراند و به کنار میزند، خودش را به واقعیت ها و حقایق میرساند. چنان که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک بیان نورانی به امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید علی جان، انسان مؤمن به کمال ایمان نمیرسه مگر اینکه صفاتی را، حالا صفات طولانی ذکر میکنه، یکی از صفات اینه، فرمود یا علی من صفات المؤمن ان یکون جوال الفکر. این از نشانه های یک انسان مؤمن، فکر او باید در جولان باشه، فکر او باید در تکاپو باشه، هر لحظه، هر ساعت، هر روز کشفیات جدید داشته باشه. این عالم هسته پر از حقیقته، هر روز باید او یک حقیقت تازه‌ای رو به دست آورده باشه، چیزی بر معلومات او افزوده شده باشه. انسان پرهیزگار این گونه است، در تکاپو جولان فکر داره، جستجوگره. چرا؟ چون انسان متقی خدا رو در نظر داره، خدا رو در نظر داشتن به انسان یک روشننگری عطا می کند که مبادا من به خاطر جهل و نادانی که دارم در بعضی موضع‌گیری های خودم دچار اشتباه شده باشم، موضع‌گیری داشته باشم که برخلاف رضای خدای عزوجل باشد. بله، و ما هم روی این نکته خیلی دقت کنیم، مبادا جهل ما را بفریبد. گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بده چون ندیدن حقیقت. ها؟ این همه جنگ ها و کشمکش ها و گرفتاری هایی که در میان انسان ها هست، غالب اینها ریشه در جهل داره، چون ندیدن حقیقت، راهی افسانه زدن. انسان متقی خودش رو در برابر خدای عزوجل پاسخگو و جوابده میبینه. چون خود را در برابر خدای عزوجل پاسخگو و جوابده میبینه، او همیشه در تکاپو هست، جولان فکری داره تا پرده های جهل رو کنار بزند و زندگی خودش را با حقایق تنظیم کنه، با حقیقت هایی که وجود داره. بله. لذاست که این سخن حضرت علی علیه السلام از ما میخواهد که روی بعضی مسائل یک تأمل خاص داشته باشیم. مثلا در تاریخ بشریت، انسانهای گذشته که واقعا زندگی اونها اسوه و الگوی انسانیت هست، در تاریخ بشریت انسان‌های گذشته که زندگی اونها اسوه و الگوی انسانیت، ما باید در شناخت این اسوه ها تأمل بیشتر داشته باشیم. چرا؟ چون یکی از راه‌های رسیدن به کمال پیدا کردن اسوه ها، الگوها برای زندگی. جامعه ما یک جامعه اسلامی هست، می‌خوایم یک مسلمان موفق باشیم، میخواییم واقعا خوب زندگی کنیم، زیبا زندگی کنیم، زندگی که مورد رضا و پسند خدای عزوجل باشه، زندگی که در خور انسانیت یک انسانه. برای رسیدن به این گونه زندگی ما نیاز داریم تأمل کنیم به زندگی اسوه های. مبادا اینی که ما نمیشناسیم این اسوه ها را ما را بفریبد و ما را دور از واقعیت و حقیقت نگاه کنه. به خاطر روشن شدن این مطلب، من میخوایم امروز یکی دو تا نمونه داشته باشم. بحب. مثلا شخصیت بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها. واقعا اگر انسان یک تعمقی کند در زندگی بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها، مات و مبهوت عظمت زندگی این شخصیت می شود و می تواند از منظر زندگی خدیجه کبرا سلام الله علیها انسان درک کند که یک انسان تا کجا می تواند پرواز کند، افق پرواز یک انسان تا کجاست و کجا انسان میتواند برسد.
خیلی گذرا نمونه هایی را مرور کنیم. ببینید جایگاه اجتماعی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، ثروتمندترین زن، نه ثروتمندترین انسان در جامعه خودش. مردم مکه میتونیم عرض کنیم که غیر از تجارت درآمد دیگری نداشتن. بزرگترین تجار مکه با ثروت این بیبی کار میکردن. بله. اما از اون طرف در زندگی خود یک آگاهی و معرفتی داره که وقتی یک جوان، اون هم به توصیه عموی خودش، میره که سرمایه ازی بگیره با او تجارت کنه، تا نگاه میکنه به این جوان متوجه میشه این موعود الهیه، نشانه پیامبر آخرت زمان رو داره. از همون لحظه این جوان رو زیر ذره‌بین میگیره تا به یقین برسه. این باور رو در چند نفر آدم میتونه پیدا کنه؟ این ژرف نگری رو، این معرفت رو در چند نفر میتونه انسان پیدا کنه؟ تا بالاخره از این راستا میشود همسر پیامبر آخرت زمان، خاتم الانبیاء و المرسلین. یک زندگی بسیار ساده انتخاب میکنه. تمام اون چی که از دنیا خدا به او داده بود در اختیار این مرد الهی قرار میده، در اختیار این مرد که وجوب او ذوب شده در بندگی خدای عزوجل، تا او مال خدا را در مسیر به مصرف برسانه که رضای خدای عزوجل. یک زنی با اون شوکت، با اون ثروت، با اون جایگاه اجتماعی، ببین اینقدر معرفت که در برابر عبد خالص خدا دیگه سر از پا نمیشناسه. تا اینکه بعد از اینکه اون مراسم ازدواج برگزار شد، به مراسم عقد، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقت سمت خانه میرفتن، عرضه داشتن آقا کجا؟ فرمودن خانه عمویم. عرضه داشت آقا البیتو بیتو و نه امتو، این خانه خانه شماست و من هم خادمه خانه شما. این معرفت رو در چند نفر میشد پیدا کرد؟ خدا خیر سم متجا، خیلی استفاده کردیم تو این قسمت. تشکر میکنم بینندگان عزیز، همچنان همراهی بفرمایید. مناجات زیبایی آماده نشر هست، انشاءالله میشنویم و باز میگردیم تا ادامه این صحبت های ارزشمند انشاءالله تقدیم شما بکنیم. از امیر مؤمنان و پیشوای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نقل شده که فرمودند من اتق الله سبحانه جعل له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا. فرمودند هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند متعال او را از هر غمی میرهاند و او را از هر سختی و ناگواری خارج میکند. انشاءالله که بتونیم با پیشه کردن تقوا و اوصافی که برای متقین برشمردن حضرت علی علیه السلام در این خطبه شریف حمام، بتونیم که از برکات و آثار سراسر برکت تقوا بهره مند بشیم. در خدمت آقای سجادی بزرگوار هستیم، انشاءالله ادامه فرمایشاتشان در خصوص وصف متقین در کلام امیرالمومنین علیه السلام بشنویم. آقا بفرمایید. می‌خواستیم که عظمت یک انسان را در سیمای حضرت خدیجه سلام الله علیها و تماشا بنشین. ببین یک انسانی که میتواند اشرافی ترین زندگی را داشته باشه، غرق در تجملات مادی و بهره ها و لذت های مادی باشه، اما یک معرفتی داره که همنشینی ولی خدا، حجت خدا، پیامبر خدا میشود و راه و رسم زندگی او را برمیگزیند. تمام مال خدا را در راه خدا مصرف میکند. حتی وقتی پیامبر با مسلمانان در شعب ابی طالب محصور میشوند، همراه پیامبر در شعب ابی طالب محصوره و اون سختی هایی را که مسلمانان کشیده، مانند بقیه مسلمانان اون سختی ها را میکشند. گفتن تکه پوستی رو در آب میگذاشتند، وقتی خیس میشد زیر دندان میگرفتن که رمقی از گرسنگی باشه، اما در عین حال از این زندگی لذت بردن. چرا؟ چون در راه رضای خدای عزوجل داری حرکت میکنی و این گونه زندگی کردن میبینه به این بانو، به این انسان وارسته یک عظمتی میدهد که نقل کردن وقتی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از معراج برمیگشت، رو کرد به جبرئیل امین. برادر جبرئیل،
امری، فرمایش، کاری، جبرئیل امین فرمود یا رسول الله سلام خدا و سلام مرا به خدیجه برسانه. یک انسان تا کجا میرسه؟ تا کجا اوج میگیره؟ ما باید این الگوها و اسوه ها را مطالعه کنیم در زندگی اینها. از این طریق، از این روزنه اوج صعود یک انسان رو ببینیم. بله. یعنی یک انسان میتواند تا کجاها پرواز کند. و یا مطلب دیگری که بعد از شعب ابی طالب که بیرون آمدن اون سختی ها بی رو در بستر بیماری انداخته بود، دختر کم سن و سال داره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، طلب دخترم، خدا میدانه، خلق خدا هم میدانه، من یک روز روی این کره زمین همه چیز داشتم اما امروز هیچی ندارم، ولی راضیم. چرا؟ چون هر چی داشتم در مسیر مصرف شده که خدای عزوجل میخواسته. اما یک آرزو به دل دارم، احساس میکنم از این جهان رفتنی هستم، دوست دارم در پیراهن پدرت کفن شوم، ولی حیا به من اجازه نمیدهد خودم مستقیم مطرح کنم. میروی این خواسته ای مرا با پدرت در میان بگذاری؟ بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد سخن مادر رو به پدر رسان، عشق در چشمان نازنین پیامبر جمع شد، فرمود دخترم مادرت خیلی به گردن ما حق داد. همه نوشتن، شیعه و سنی نوشتن، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میان مدت زندگی دو شخصیت رو خیلی یاد میکرد، همیشه برای اونا دعا میکرد و غالبا هنگام یاد اینا عشق در چشمانش حلقه میزد. یکی عموی بزرگوارشان جناب ابو طالب علیه رحمت و رضوان، یکی همسر مکرمهشان خدیجه کبری سلام الله علیها. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله خواسته خدیجه رو برآورده کنید، اما خدای عزوجل کفن بهشتی برای او در نظر گرفت. یک انسان به اینجا میتواند برسد. ما باید این اسوه ها و الگوها را، زندگی اونها را مورد دقت قرار بدهیم تا ببینیم چگونه میشود در این مسیر رفت. نمونه دوم عرض کنم، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. جناب آقای بخاری در کتاب شریف صحیح بخاری جلد 4 صفحه 210 این روایت رو نقل میکنه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن فاطمه بضعه من، فاطمه وجود فاطمه من هست، فمن اغضبها اغضبنی، هر کس او را به خشم بیارد من را به خشم آورد. یک انسان پیامبر اون بنده خاص خدای عزوجل، بنده که اون مقام و شایستگی را پیدا کرده که خداوند رسالت خود را به او عطا کرده. بعد در میان پیامبران ما میبینیم که پیامبران اولوالعزم داریم، اما در میان تمام پیامبران سید الرسل وجود نازنین خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اما از این سخن برمیآید که یک انسان میتواند به جای برسد که پیامبر بفرماید او من هست، هرچه او را ناراحت کند به خشم بیارد، می پیامبر را ناراحت کرده و به خشم آورده. پیامبری که خدای عزوجل می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى، هرچه پیامبر می گوید وحی، یعنی پیامبر به جز رضای خدا نه خشم می گیرد نه رضا پیدا می کند به جز به رضای خدای عزم. یک انسان به مقامی برسه که غضب او شود غضب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و بالاتر از این جناب حاکم نیشابوری در المستدرک جلد 3 صفحه 154 نقل می کنه که پیامبر بالاتر از این فرمود، خطاب کرد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمونه از یک انسان کامل، نمونه از صاحب تقوا، ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. البته
چنان که عرض کردیم بر اساس استدلال برهانی غضب پیامبر جدای از غضب خدای عزوجل نیست، رضای پیامبر جدای از رضای پیامبر. همون مطلبی که جناب بخاری در صحیح خود آورده کفایت میکرد، اما در این روایتی که جناب آقای حاکم نیشابوری نقل کرده تصریح به مطلب شده. تا ما بدانیم یک انسان به کجا میرسد، افق رشد یک انسان در فضای معنویت تا کجاست. ان الله یغضب لغضبک، خدا خشم میگیرد به جهت خشم تو، و یرضا لرضاک، خدا خوشنود میشود به خوشنودی تو. خیلی مطلب عجیبیه. یکی از بزرگان میفرماد کمال یک انسان، کمال انسانی یک انسان در اینه که در تمام حرکات و سکنات خود از عقل خود دستور بگیرد، عقل بر وجود او حکم روا باشد و فرماندهی کند. یعنی رضای او بر اساس پسند عقله، غضب او بر محور عقله. اما بالاتر از این چه مقامیه؟ بالاتر از اینه که از افق عقل هم فراتر رفتی. رضای یک انسان شود دائر مدار رضای خدا، همیشه بنده راضی باشد به اون چی که خدا راضی باست، و خشم و غضب یک انسان شود دائر مدار خشم و غضب خدای عزوجل. این بالاترین کمالیه که متصوره برای یک انسان. اما وجود نازنین پیامبر خاتم که مؤید من عند الله است، به ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، در رابطه با این بانو این جمله داره: خدا به خاطر غضب تو غضب میکنه. این دیگه از درک انسان واقعا بالاست، این از درک انسانی مثل ما. خدا به خاطر رضا و خوشنودی تو خوشنود میشه. پس این شخصیت هایی که در عالم اسلام بودن، زندگی کردن، من مسلمان، شمای مسلمان، هر کس که نامش مسلمانه، باید در زندگی اینا تأمل کنیم. بله. چگونه می شود به این مقام ها رسید؟ عرض کردیم بهترین راه رسیدن به کمال الگوگیریه، اسفگیریه. و بعد واقعا یک نمونه دیگه هم اینجا عرض کنم. این بانو به کجا رسیده بوده که این طوری شده؟ ببینید در این کتاب شریف این روایت رو وجود نازنین مولایمان امام مجتبی علیه السلام روایت میکنه. فرزند این مادر، اون کسی که بیش از همه انسان رو میشناسد، خب خانواده انسانه، آقا امام مجتبی علیه السلام که به اتفاق همه مسلمانان یکی از دو شخصیت است که سید جوانان اهل بهشته. این دوتا برادر سید شباب اهل الجنه. این سید جوانان بهشت کریم اهل البیت امام مجتبی علیه السلام می فرماید که شب جمعه مادرم رو دیدم که در محراب عبادت ایستاده. حالا خوبه که این در محراب عبادت ایستادن بی بی و راز و نیاز با خدای عزوجل رو که او داشته یک مقدار با تفصیل بیشتری با هم دیگر مرور. انشاءالله. سپاسگزارم از آقای سجادی بزرگوار. بینندگان عزیز تشکر میکنیم که همراهی فرمودید. بعد از میان برنامه‌ای که آماده نشر هست انشاءالله برمیگردیم و سخنان ارزشمند آقای سجادی را به اتفاق هم خواهیم شنید. با ما باشید. صحبت از تقوا و اوصاف متقین هست و چقدر زیباست که این اوصافی را که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه شریف متقین بیان فرمودن ببینیم در چه افرادی به نحو اکملش تبلور یافته. قطعا وجود اطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از کسانی هستند که تمام این اوصاف در بالاترین درجهش میتونه که در وجود ایشان ظهور و بروز پیدا کرده باشه، و به همین خاطر هست که ایشان تنها کسی هستند که میتونن کف و همتای امیرالمومنین علیه السلام باشن. انشاءالله که معرفت ما به ایشان بیشتر بشه. خیلی به مناسبت آقای سجادی بزرگوار این مطالب رو فرمودن و اوصافی را که در ایشان در حقیقت نشان دهنده اوج تقوا در آن وجود مقدس هست بیان کردن. حاضر خدمتتون هستم. خواستم عرض کنیم این انسانی که به این ستیغی از عظمت رسیده یک نقطه از زندگی بود،
که این نکته رو که دقت کنیم در واقع راه رو به ما هم نشان میده که راه رسیدن اینه. فرزندشان امام مجتبی علیه السلام میفرماید دیدم مادرم فاطمه را که ایستاده در محراب عبادت در شب جمعه. حالا خوب اینجا عرض کنیم که شب و روز جمعه یک ویژگی داره. ما در روایات داریم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از عصر پنجشنبه خودشان را آماده می‌کردند برای بهره برداری از شب و روز جمعه. بله. اصلا جمعه یکی از اعیاد مسلمینه. چرا؟ چون عید از ریشه عود گرفته شده، ریزش فراوان رحمت خداوند بر بندگان. اون لحظه یک رحمت بی منتهای خدا بی دریغ داره بر بندگانش میباره، اون عیده. و از اون زمانها شب و روز جمعه است. در روایت داریم شب جمعه ملکی میآید در میان زمین و آسمان ندا میدهد بنده ای نیست بیاید در خانه پروردگار، عذر تقصیر بخواهد، حاجت به طلبت، فلاح و رستگاری از خدای خودش بخواهد. حالا این شب ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها در محراب عبادته. امام مجتبی علیه السلام می فرماید فلم تزل راکعتا ساجده. حالا تصور نکنه که مثلا یک زن یک 50-60 سال از عمرش گذشته، دیگه همه چیز رو پشت سر گذاشته، به جز عبادت و راز و نیاز چیزی دیگه براش لذت نداره. نه، یه خانم جوان که نهایت عمرش تازه بوده 18 سال، حالا این جن در چند سالگی بوده، نهایت عمرش بوده 18 سال، در اوج جوانی، در سن و سالی که غالب دخترها در زمان ما به خانه شوهر هم نرفتن در سن و سال. فلم تزل راکعتا ساجده، پیوسته مشغول رکوع و سجود بود. حتی تده عمود و صبح، از اول شب تا سپیده دم. مهم اینجاست و سمعتها تدعو للمؤمنین والمؤمنات، شنیدم برای مردان خدا باور و زنان خدا باور دعا میکرد. نه این که فقط برای خدا باوران همینطور به صورت کلی دعا کنه، تو سمیهم نام میبرد، خدایا فلانی را، خدایا فلان مرد را، خدایا فلان زن را از عنایات خاص خودت بهرمند بگرد. و تو کثر دعا لهم، نه که خدایا فقط فلانی را بیامرز و فلانی حاجت بده، نه، زیاد در حق زنان و مردان مؤمن دعا میکرد زنان و مردان خدا باور. منتها ولا تدعو لنفسها بشیء، یک مرتبه نشد برای خود چیز. چی میبینین در اینجا؟ تجلی رحمانیت خدای عزوجل در بنده خود، اون مهربانی که خدای عزوجل داره قلب بنده او را پر کرده که خود را فراموش کرده. همینطوره که خدای عزوجل در قرآن کریم از اوصاف ملائکه ها این گونه بیان کرده که یستغفرون للذین آمنوا، کارشان اینه استغفار میکنن برای مؤمنین، ملائکه مقرب خود. این انسان فرشته خصال حورگونه خود رو فراموش کرد. شب جمعه از اول شب تا به صبح مشغول راز و نیاز با خدای عزوجل، فقط دعا میکنه برای خدا باوران، مردان و زنان خدا باور، نام میگیره اینها را و زیاد در حقشون دعا میکنه. ولا تدعو لنفسها بشیء، اما برای خود هیچ از خدا نمیخواد، نامی از خود نمیبره. فقلت لها یا امه لما لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک. امام مجتبی، شاید این سوال برای این بوده که ما به حق مطلب برسیم. بله. مادر جان، چرا یک دعایی هم برای خودتان نمی کنید؟ حداقل همین رقم که برای دیگران دعا کردید، یک دعایی هم برای خودتان. این درس بزرگ را گذاشت که یک انسان وقتی موحد و متقی شود به این دید می رسد. یا بنیه الجار ثم الدار، اول همسایه. این یک درس بزرگیه که ما در تمام زندگی خود میتوانیم مانند رگه های از آب ایر جاری کنیم، مانند رگه های از نور بتابانیم در سراسر زندگی خود.
در بعد مادیات، در بعد معنویات اول به فکر دیگران بودن، اولویت را به دیگران دادن. البته نگفته نمانه که ما در روایات داریم که بنده خدا وقتی به این مقام از معرفت میرسد، خدای عزوجل به او بنده خطاب میکنه، بنده خدا هر چه برای دیگران خواستی به خودت دادم. تو که به این درجه از معرفت، یعنی خدا میخواهد ما به این معرفت برسیم. بله. خدای عزوجل میخواهد ما به این معرفت برسیم، به این درک برسیم، صفات خدای عزوجل رو در زندگی خود پیدا کنیم. حالا خیلی یک نمونه ساده تر، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها به خانه بخت رفتن، مرسومه، لباس مرتبی برای بی بی سلام الله علیها تهیه شده. فردای شب عروسی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد سری به دختر طیبه و طاهره خودشان بزنه. تا وارد خانه شد دید فاطمه زهرا سلام الله علیها همون پیراهنی رو بر تن دارد که در خانه پدر می پوشید. دخترم پیراهن عروسی؟ عرضتش بابا سائل آمد در خانه رو کوبید، نیازی به پیراهن داشت. خب چرا این پیراهن رو ندادی؟ چرا پدر؟ دست بردم این پیراهن رو بدم اما از خدا حیا کردم، پیراهن کهنه خودم را در راه خدا بدهم. لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون، پیراهن محبوبتری دارم، پیراهن خوبتری دارم، او رو کنار بگذارم، پیراهن کهنه رو در راه خدا بدم. چرا؟ این درک، این اجلال از ذات خدای عزوجل، این حرمت گذاشتن به خدای است. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ برمیگرده، امیر مؤمنان علی علیه السلام خب در همه میدانها بوده، اینا برمیگردن، همه نوشتن، تمام مسلمان ها قبول کرده، قبول داره. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به سفر میرفت با آخرین نفری که خداحافظی میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. وقتی هم که برمیگشت به دیدار اولین کسی که در مدینه میرفت، میرفت در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی پیامبر مشتاق دیدار با این انسان کامله. بله. و نمیخواهد فاصله او با این انسان کامل چندان زیاد شود، لذا سعی میکند دوری را به کمترین زمان برسد. اما دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با فاطمه زهرا سلام الله علیها هم گفتنی و شنیدنی است که همسر پیامبر نقل کرد هر وقت فاطمه وارد میشد پیامبر تمام قد قیام میکرد، دست او را میبوسید و سر جای خودش مینشاند. ببینید آمد، پرده ای به در آویخته، آقا رسول الله رد شدن نیامدن، تا رد شدن بیبی فهمید، پرده رو جمع کرد، فرستاد محضر مبارک رسول الله، یا رسول الله کجا خرج میکنید این پرده؟ آقا رسول الله فرمود قد فعلت فداها، کاری که باید میکرد کرد، پدرش به فدایش باد. بسیار عالی، خیلی تشکر میکنیم از آقا، واقعا نکات ارزشمندی بود که از این فرمایشات شما برداشت کردیم. خداوند متعال توفیق عمل نصب کنه. خیلی تشکر میکنیم از حضور ارزشمند شما آقای سجادی در برنامه. بینندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. از همراهی شما تشکر میکنم. آرزومند هستیم که انشاءالله به توفیق خداوند متعال اوصاف متقین در رفتار و کردار همه ما انشاءالله ظهور پیدا بکنه. شما را به خداوند متعال میسپارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.